تو زندگی بیشتر آدما پدر فرو نریختنی ترین دیوار دنیاست، موجودی که چرخیدن کلیدش روی قفل در صدای اطمینان و آرامشه، قهرمانی که پسر بچه‌ها برای دیدنش به عینک سه‌بعدی نیاز ندارن. یک سال گذشت از روزی که استقلال پدرش از دست داد. ستاره نجیب سالهای دور، اسطوره بی هیاهوی سالهای نزدیک، آبی عمیق، آبی پررنگ، آبی واقعی، منصور پور ایدری. بین عاطفه و خشم اولی رو انتخاب کرده بود، بین هیاهو و خونسردی دومی. منصور خان 7 بار برنده داربی شد ولی فکر کنم 7 بارم راجع به این موضوع صحبت نکرد. دی محمدی، اکبرپور، همون حرکت حالا برای یاران استقلال، توی دروازه، توی دروازه. پایان مسابقه با پیروزی تیم استقلال با نتیجه 1-0. دو تیم به نظر من یه بازی جوانمردانه انجام دادن. من به آقای پروین و بچه های تیم پیروزی هم خسته نباشید میگم. در مجموع به نظر من امروز روز بدی نبود. تو فوتبال امروز که وزش بادهای موسمی پسر بچه ها رو ستاره میکنه، تصویری که از پوریدری گوشه ذهنمون داریم تکرار نشدنی به نظر میرسه. حتی رنج بیماری بین منصور خان و تیم محبوبش فاصله ایجاد نکرد. پوریدری بیشتر از بیماری خودش نگران حال و روز استقبال بود، مثل نگرانی همه پدرها برای پسرها. پیرمرد با عصا خودش رو به آزادی میرسوند تا کنار استقلال بشه. آبیا هم با صدای ضربه های عصای پوریدری راه رو پیدا میکرد. پوریدری با استقلال نبردهای مهم زیادی رو تجربه کرد. تو این بخش میخوایم چند تاشو با هم دیگه مرور کنیم، چند تا از فراموش نشدنی تریناشو. تو تاریخ استقلال فقط یه نفر به عنوان بازیکن و مربی قهرمان آسیا شده. مسیرهای رسیدن استقلال به 2 ستاره یه چهره مشترک داشتن، چهره که حدس زدن اسمش کار سختی نیست. حال ارسال یه توپ، یه موقعیت، یک ضربه سر و توی دروازه. پر افتخارترین روز مربیگری پوریدری رو نیمکت استقلال جلوی لیانینگ چین خلق شد، روزی که پور هیدری و پسرا حریف چینی رو با گلای مرفاوی و حسنزاده خورد کردن و قهرمان آسیا شدن. کاپیتان استقلال میره تا این جام رو در اختیار بگیره، جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سال 1990. شجاعم واقعا محبت کردن مردم، اصلا انتظار یه همچین صحنه‌ای رو نداشتیم. در هر حال وظیفه ما بود، کاری که من نکردم هر چی بود بچه‌ها بودن زحمت کشیدن، چیزی که باید می‌رفتیم و می‌گرفتیم می‌آوردیم میراه و تقدیم مردم می‌کردیم، کار بزرگی نبود، وظیفه بود. 3 گل تو 37 دقیقه، این طوفانی ترین شروع تاریخ داربی است. مرداد 74 یه بخش بزرگی از اون 7 سال شکست نخوردن استقلال به نام فورهیدریه، به نام پدر. یک فرصت برای ادمون دختر به این ضربه و توی دروازه، توی دروازه. اگر برنظر این ضربه رو بزنید به همزا پال، حالا اجازه میده که این کار صورت بکنید، میره جلو و تمام. خب این گل بازی برای استقلال، استقلال 2-0. زرین چه میشه؟ او مسلط و توی دروازه، توی دروازه، گل سوم استقلال. پدرم باعث شده یه مقداری صدای من گرفته باشه. حالا گل پوریدری، حالا دست به یه تعویض دیگر خواهد زد. ایمان عالمی بود اگر اشتباه نکنم. بازی پایان. کرمانی پایان بازی با حساب 3-1 برای استقلال. بعد از جام جهانی 98 تغییر نسل مهمترین مأموریت پیش روی تیم ملی بود، مأموریتی که با پور هیدری کلید خورد. آقای مربی پای خیلی از ستاره‌ها رو به تیم ملی باز کرد، مثل کریمی، هاشمیان، خطیبی و البته یه قهرمانی آسیایی یه خاطره دلچسب بود برای دوران کوتاه تیم ملی. ولی در این شرایط هم ملی پوشان ما اومدن که مدال طلای بازی آسیایی رو به دست بیارن. میدام آچالا مربی عهد جمهوری چک و با تجربه
کویت در مقابل منصور پور حیدری قرار گرفته. استیلی ضربه کنه رو بلند میزنه، فرصت توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران. کریم باقری با سماجت، باقری توی دروازه، توی دروازه گل دوم تیم ایران هم به ثمر میرسه. پایان مسابقه و پیروزی ارزشمند جوی که ایران در برابر کویت و قهرمانی در فوتبال بازی‌های آسیایی. تو کلکسیون افتخارات پویداری جام‌های زیادی هست. نوترینش مال سال 80ه. با شکست دادن زوباهن، پسرای پویداری وایستادن تو بالاترین سکوی فوتبال ایران. با رضا صاحبی و استواری حرکت از اکبر پور، فرصت و گل! 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 گل برای استقلال. خب پایان بازی رو آقای بطهایی اعلام میکنه و استقلال یک هفته مانده به پایان رقابت ها قهرمان مسابقات فوتبال جام آزادگان میشه. ورزشگاه شهر قدس آخرین صحنه نمایش عاشقانه استقلال منصور پور حیدری بود. پدر سالار خسته و بیمار بازی تیمش رو از نزدیک می‌دید و تو هیچ کدوم از نفساش استقلال گم نمی‌شد. جای خیلیا تو مراسم سالگرد منصور خان خالی بود. خیلیا که انگار فراموش کردن امروز برای تیمی بازی میکنن که بدون پور حیدری تیم نمیشد. پدر استقلال آجرای زیادی به این بنای باشکوه اضافه کرد. دیوار فرو نریختنی امروز سهم بزرگیش رو مدیون پور حیدری. مهم نیست که تندیس یادبودش رو شبیه خودش نساخته باشن. خاطره پور حیدری همچنان شفافه و یادش هنوز روشن. هنوز انگار صدای ضربه های عصاش تو گوش استقلالی‌ها پیچیده. صدای عصای پدری که سخت راه می‌رفت، اما تو کتاب جغرافیای فرزندش هنوز مترادف کوه بود.